سلام بچه‌ها، به کانال وارد فکس خوش اومدید. من مهدی هستم و امروز براتون یه لیست 10 تایی از خنده‌دارترین باگ‌ها و گلیچ‌ها در بازی‌های ویدیویی آماده کردم. گلیچ‌ها یه جورایی مثل اشتباهات داوری میمونن. اگه اونا جزوی از فوتبال محسوب میشن، گلیچ‌ها هم جزوی از بازی‌های ویدیویی به شمار میرن. بعضی از بازی‌ها و کمپانی‌ها هستن که کلاً با باگ‌ها و گلیچ‌هاشون شناخته میشن. مثلا فیفا که هر ساله لیست بلندبالایی از اون گلیچ‌ها سوژه کاربرا میشه. این گلیچ‌ها گاهی میتونن باعث عصبانیت ما بشن و گاهی هم ممکنه که به گیم پلی و کیفیت بازی صدمه وارد کنن. اما بعضی مواقع پیش میاد که گلیچ‌ها خنده‌دار باشن. این طور سوژه‌ها هستن که برای سال‌ها توی ذهن پلیرها باقی میمونن و حتی خود کمپانی ناشر بازی هم ممکنه به اونا واکنش نشون بده. با ما همراه باشید تا با 10 تا از خنده‌دارترین این گلیچ‌ها آشنا بشید. شماره 10، عرابه هیدرولیک، Red Dead Redemption 1. راکستار همیشه به داشتن بازی‌های خوب و بی‌نقص شناخته میشه. اما خب جالبه بدونید که این کمپانی هم هر از گاهی توی بازی‌های خودش گلیچ‌های فانی و جالب داره. از جمله اونا میتونیم به عرابه هیدرولیک توی Red Dead Redemption 1 اشاره کنیم. خب از رقص ماشین توی GTA San Andreas یادتون هست، وقتی که ما سوار اون ماشین جالب می‌شدیم و خودمون رو بالا پایین می‌کردیم و انگار یه جور داشتیم می‌رقصیدیم. جالبه بدونید راکستار بعدها توی بازی Red Dead Redemption هم از این فیچر استفاده کرده، البته به صورت ناخودآگاه. فقط کافیه به این عرابه نگاه کنید که چطور بالا و پایین می‌پره، انگار که سوار یکی از اون ماشین‌های قدیمی GTA شدید. هر از گاهی هم که این اسبه خورده قاطی میزنه و پرواز میکنه. کلن ممکنه وقتی که سوار عرابه میشید صحنه‌ای خیلی جالب یا ببینید. شماره 9، بازیکن فسقلی، مدن 15. حدس بزنم که خیلی از شما اسم بازی مدن رو نشنیده باشید. خب همونطور که میبینید این بازی مربوط به فوتبال آمریکایی میشه، برای همین بیشتر توی خود آمریکا شناخته شده است. همونطور هم که میتونید حدس بزنید، مثل بیشتر بازی‌های اسپورت توسط EA ساخته شده. و خب هر وقت که اسم EA میاد ما یاد باگ‌های مزخرف فیفا میافتیم. این بازی هم از اینجور باگ‌ها کم نداره که یکی از جالب‌ترین اونا مربوط به بازیکن فسقلی میشه. هر از گاهی وقتی شما یه بازیکن خاص یعنی کریستن کرسکی رو کنترل میکنید، ممکنه یهو قدش کوچیک بشه، شاید اندازه 20 یا 30 سانتی متر. حالا بازی کردن با یه بازیکن 20 سانتی میتونه لحظات خنده‌داری برای شما رقم بزنه و حسابی باهاش حال کنید. البته اگه شما کسی باشید که دارید این ویدیوها رو از توی یوتیوب نگاه میکنید، اما اگه کسی بودید که $45 به خاطر بازی پول داده بوده باشید حتما عصبی میشدید. نکته جالبی که در مورد این گلیچ وجود داره اینه که کریستن کرسکی همون قابلیت‌های خودشو داره، یعنی یه بازیکن 20 سانتی میتونه تکل بزنه روی بازیکن‌های دیگه و اونا رو نقش زمین بکنه که به نظرم خیلی جالب و خنده‌دار میتونه باشه. اما خود کمپانی EA هم به این قضیه واکنش نشون داده و یه تریلر برای این بازیکن درست کرده که توی اون دارن باهاش مصاحبه میکنن، در حالی که ببینید چقدر کوچیکه. شماره 8، اسکن صورت، NBA 2K15. تنها بازی اسپورتی که EA نتونسته توی اون به موفقیت دست پیدا کنه بازی NBA یا همون بسکتباله، بازی که حالا کمپانی 2K داره اون رو عرضه میکنه و حسابی هم موفق بوده. اما خب این کمپانی هم مثل EA هر از گاهی یه سری باگ های عجیب و غریب داشت، همونطور که توی لیست بدترین بازی سال 2019 به WWE اشاره کردیم که توسط 2K ساخته شده بود و باگ‌هاش حسابی همه رو کلافه کرده بود. اما در سال 2015 اونا یه ویژگی یا فیچر خیلی جالب برای بازیشون معرفی کردن، فیشال اسکنینگ یا اسکن صورت. میدونید که توی بعضی از بازی‌ها یه قسمتی وجود داره که شما میتونید کاراکتر خودتون رو بسازید. همیشه سعی میکنیم اون کاراکتر شبیه ما باشه که خب خیلی خوب پیش نمیره. برای همین این کمپانی وسیله‌ای به اسم اسکن صورت رو درست کرده بود که اون از صورت شما همونجوری که از اسمش مشخصه اسکن میگرفت و بعد یه پلیر شبیه شما درست میکرد. اما خب این وسیله هر از گاهی گلیچ میزد و ممکن بود همچین تصاویر وحشتناکی از صورت قشنگ شما ایجاد بشه. شماره 7، کل بازی اسکیت 3. اسکیت 3 شاید از نظر شما چندان شناخته شده نباشه، اما توی کشورهای غربی حسابی طرفدار داشت. سری اسکیت 1 و 2 واقعا بازیای خوبی بودن و خیلی حاضر بودن براش پول بدن، تا اینکه کمپانی EA مثل کلی دیگه از فرانچایزهای مختلف گند زد به این بازی.
همونطور که میبینید ما نمیتونیم یه دونه گلیچ خاص از بازی اسکیچس انتخاب کنیم، کل بازی گلیچه، توی اون انواع مختلف چیزهای عجیبو میبینید. مثلا هر از گاهی کاراکتر شما بدون دلیل با سرعت مثل موشک به هوا پرت میشه، یا اینکه یهو کنترل ماهیچه‌های خودشو از دست میده انگار که داره بریک دنس میرقصه، یا اینکه براش اتفاق عجیب افتاده. حتی شما میتونستید اشیاء مختلفو جابجا کنید، اونو توی قسمت‌های مختلفی بذارید تا اینکه روی خودتون یا بقیه بیافتن. این بازی به معنای واقعی یک افتضاح بود. البته خیلی سخته که اسم بازی رو بذارید، بیشتر مثل یک گلیچ بود که بخشایش بازی بودند. شماره 6، کارواش GTA IV. همونطور که اشاره کردیم راکستار هم هر از گاهی گلیچ های جالب توی بازی خودش داره، اما انقدر بقیه قسمت ها قوی هستن که کسی چندان به گلیچ ها توجهی نمی کنه. تا وقتی که اسم GTA IV میاد همه یاد یک گلیچ خاص میافتن که خیلی هم معروفه، یعنی اون تاب معروف که وقتی پیشش میرفتید مثل منجنیق شما رو پرت میکرد آسمان. این گلیچ در زمان خودش کلی قوقا به پا کرد، برای همین اونو احتمالاً میلیون ها بار توی میلیون ها ویدیوی مختلف دیدید. اما خب این بازی یک گلیچ معروف دیگه هم داره که متاسفانه به اندازه تاب به شهرت نرسیده، برای همین ما میخواییم به اون اشاره کنیم. توی بازی این قسمت یه دونه کارواش وجود داره که اگه شما با سرعت خیلی آهسته توش برید صاحب کارواش انگار بهش بر میخوره، برای همین ماشین شما رو به این روز در میاره. این گلیچ از نظر من خیلی جالب و باحال بود، فقط نمیدونم که چرا بندیک ها معروف نشد. شماره 5، دروازه‌بان قولاسای وحشتناک فیفا 13. حالا میرم سراغ بازی که از نظر من بیشترین گلیچ و باگ توی اون وجود داره، بازی که هر سال فقط یه ذره تغییر میکنه و باز هم کلی گلیچ داره و جالب اینه که هر سال هم فروشش از سال قبلی بیشتر میشه. واقعا که بازی های ورزشی از نظر من خیلی پرسود هستن، یه تغییر خیلی کوچیک توی بازی میدن و میلیون ها فروش میکنن. اما توی بازی فیفا 13 ما عجیب ترین باگ ها گلیچ های ممکنه داشتیم. از جمله اونا میتونیم به دروازه‌بان قولاسا اشاره کنیم که یهو دروازه‌بان گنده میشد و شما خیلی راحت تر میتونستید بهش گل بزنید، فقط کافی ببینید که چطوری اون لاین میخوره. اما هر از گاهی میشد که این دروازه‌بان علارغم اینکه گنده میشد دست و پا و حتی کله خودش هم از دست میداد و تبدیل میشد به جور هیولا، به طوری که فکر میکنم بازیکنهای حریف از ترس جرأت نزدیک شدن به دروازه رو هم نداشتن. شماره 4، سرباز کرمی بتلفیلد 3. البته اگه بخوایم منصف باشیم این گلیچ توی نسخه بتا رخ داده بود و توی نسخه اصلی فیکسش کردن. از نظر خیلیا بتلفیلد 3 بهترین بازی از این فرانچایز محسوب میشد، به طوری که توی ایران هم شهرت خیلی زیادی داره که البته ما میدونیم دلیلش به خاطر چیز دیگه‌ایه. توی نسخه بتای این بازی یک گلیچ خیلی جالب و خنده‌دار به وجود میومد. هر از گاهی یکی از یارای شما تبدیل میشد به یه جور کرم که روی زمین میخزید که واقعا خیلی عجیب و خنده‌دار بود. اما نکته جالب و خنده‌دارتری هم در مورد این گلیچ وجود داره، اونم زمانیه که این سرباز بدبخت شروع میکنه به تیراندازی و خب همونطور که میبینید تیر یه جورایی از ته این سرباز در میاد که خب خیلی جالبه. شماره 3، بچه های ناقص سیمز 3. سیمز هم یه بازی خیلی جالب بود که توسط EA درست شده بود، و متاسفانه هرچی که گذشت به خاطر گندکاری های EA شهرت و محبوبیت خودشو از دست داد. البته ما نمیخوایم امروز در این مورد صحبت کنیم، میخوایم به گلیچ های وحشتناکی که توی سیمز 3 رخ میده اشاره کنیم. توی این بازی هم کل گلیچ رخ داده که یکی از جالبترین و همینطور وحشتناکترین اونا مربوط به بچه های دفرمه یا ناقص میشه. هر از گاهی کاراکتر شما ممکن بود به شکل عجیبی در میاد، انگار که خمیربازی بود و شما میگرفتید اونا کش میدادید. این موضوع بیشتر روی بچه های بدبخت اتفاق میافتاد و اونا رو تبدیل میکرد به یه جور هیولا. فقط کافیه به این صحنه های عجیب و غریب و خنده‌دار نگاه کنید، بیچاره اون پدر مادرایی که همچین بچه‌ای نصیبشون میشه. احتمالا اون شوهرای بدبخت فکر میکنن که همسرشون برای چند روز با شیطان تنها بوده. شماره 2، کاراکترهای بدون صورت اساسین کرید یونیتی
یوبیسافت هم کم باگ و گلیچ نداشته، اما خب خیلی کم پیش میاد که این گلیچ ها به اندازه فیفا و ای ای توی چشم میاد. از جمله بازی های محبوب یوبیسافت میتونیم به سری اساسین کرید اشاره کنیم که توی اون هم گلیچ های مختلفی رخ داده. اما یکی از این گلیچ ها که به معنای واقعی وایرال شد، همه گیمرها اونو میشناسن، این چیز عجیب و غریبه. ظاهرا این بازی از نظر فنی سری اشکالات خاصی داره که هر از گاهی باعث میشد صورت کاراکترها توی کاتسین ها به صورت کامل لود نشه و شما فقط بتونید اسکلت، چشم و لب و دهن اونا رو ببینید، که واقعا یه جورایی ترسناک بود. آدم احساس میکرد داره بازی حمله فضایی ها به زمین رو بازی میکنه. اساسین کرید یونیتی همینطوری هم از نظر داستانی و کیفیت نسبت به بقیه نسخه افت محسوسی کرده بود. پیدا شدن این گلیچ هم باعث شده بود که انتقادها به یوبیسافت و فرانچایز اساسین کرید افزایش پیدا کنه. البته من به جز این یکی چیز دیگه به ذهنم نمیرسه. اگه شما این گلیچ جالبی از اساسین کرید به یاد دارید، حتما توی کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید. و اما شماره 1، شان هیوی رین. فکر نمی کنم که هیچ گلیچی به اندازه این یکی بین گیمرها معروف شده باشه. هیوی رین یکی از بازی های خیلی جالبیه که توسط دیوید کیج ساخته شده بود. کسایی که هیوی رین رو بازی کردن میدونن که داستان این بازی خیلی احساسی و عمیقه، مخصوصا جایی که بالاخره پدر پسر خودش یعنی شان رو پیدا میکنه. اینجا هر از گاهی ممکنه یک گلیچ رخ بده و اگه ایکس باکس بازی کنید از شما بخواد ایکس رو بزنید تا بلند داد بزنه شان. این قضیه قرار بود فقط یه بار رخ بده که شما دارید پسرتون رو پیدا میکنید و داد میزنید، اما گلیچ باعث میشه که اون ایکس همیشه اونجا باشه و شما بتونید پشت سر هم اونو فشار بدید، که این موضوع باعث میشد کاراکتر شما هی داد بزنه شان. حتی زمانی که به کاتسین میرسیدیم و پدر پسر خودش رو بغل میکردم، شما میتونستید این دکمه رو فشار بدید که واقعا یه صحنه تراژدیک و احساسی رو به خنده‌دارترین شکل ممکن توضیح داده بود. خب بچه ها، اینم از لیست 10 تایی امروز ما. امیدوارم که ازش لذت کافی برده باشید. من اینجا یه تشکر بکنم از مستر دانته، رئیس شورای پورن هاب، محمد 207، مگه پول آب و برق چقدر بود که به خاطرش انقلاب کردن، علی ویسی و ارشیا گودرزی قنیدی فاضلی که عزیز که ما رو دونیت کردن. اگه شما هم میخواید از ما حمایت کنید، میتونید از لینک ریمیت زیر استفاده کنید. یادتون نره که ما رو لایک و سابسکرایب کنید. آرزو میکنم خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد، خدا نگهدار.